مسلين عزیزه سمستر هشتم پانزدهم مدرسه، امید که خوب و صحتمند و سر حال باشید و از گزند روزگار در امان باشید و در خانهایتان بمانید. شروع میکنیم به درس امروزی خود. به ادامه درس های روزهای گذشته، برانکو جینیکسیست گفتم روز گذشته که برانکو جینیکسیست، یا اگر وقتی که ما سیستا رو مطالعه میکنه میخوانیم در سیستا، باید ما سه گپه مد نظر بگیریم. این سه گپ کدام گپ است؟ تعریف سیست کدام نوع سیست است؟ درست موقعیت تظاهر سیست در کجای سیست به میان می و تداویش. فعلا امی سه گپه بفهمید، تعریفش، موقعیتش و تداویزی. برنگ جنیک سیست عبارت از یک سیستی است که ارسی می باشه، یعنی کسبی نیست، هرسی است. در سن 20 الی 40 سالگی به میان میه، نواهیش در زاویه فک سفلی، زاویه یا کجا؟ قسمت خلف رموز. ببینین این رموز است، قسمت خلف ازی زاویه گفته میشه. و در وجه قدامی ازله ایسی ام بس واضح از قسمت خلف زاویه مندیبال، در حقیقت قسمت قدام اسیم میشه یا استرنومست کلویت مثال میشه. و همچنان در زمین جوف دهن موجود بوده میتونه، در قسمت وجه فنترال یا وجه بطنی زبان بوده میتونه، یا تحت زبان یا زیر زبان به اصطلاح یمانه فنترال میگن. دهنک نرم یا ولا بوده میتونه، در دهلیز بوکال یا قسمت رخسار یا کومه ما بوده میتونه. و قطر شما از 1 تا 10 میلیمتر تا 10 سانتیمتر فرق میکنه. ببینین ای ازاله ای سیم است، استرنو کلود مستوید مثل است. خب دقت بکنین که در قسمت موقع اصلی می سیست این ناحیه است، این ناحیه. خب دقت بکنین قسمت خلف رموس میشه و قدام ازاله ای سیم. ببینین خب ای یک تایپ یا انواع نسج اپیتلیوم است. شما فقط نامش گفته شده و شکلش سمپل سکواموس یا خشفرشی. ببینید سمپل است، یک طبقه است، سمپل کوبایدل یا مکعبی. وقتی که میگم سمپل پس یک طبقه است، وقتی که میگم استراتیفاید چندین طبقه است. سمپل کولومنر یا استوانهی ساده، استراتیفاید سکواموس پس خشت فرشی چند طبقه ای، استراتیفاید کوبایدل خشت فرشی چند طبقه ای استو مکعبی. امی استراتیفاید به معنی چند طبقه ای مونا میته. اگر زیادتر از یک طبقه اپیتیلال هدف ما باشه، نسج هدف ما باشه، به نام استراتیفاید یاد میشه. سودو استراتیفاید کولومنر یعنی ببینین سودو کاذب دروغ، استراتیفاید کلومنر یعنی چند طبقه ای کاذب استوانه ای. در حقیقت یک طبقه است، ولی وقتی که از دور میبینین احساس میکنین، یا وقتی که در زیر مایکروسکوپ میبینین احساس میکنین که ولی چند طبقه است. و ترانزیشنال هم مثلا طبقه متفاوت است، یک قسمتش استوانه ای است، دیگهش خش فرشیش و دیگهش هم میتونه کوبایید باشه. خب چی اراز علائم داره؟ خب دقت بکنین در آواز علایم یا ساین سپتوم سیستا چند گپ مد نظر بگیرین. اولی که اگر سیست خرد باشه آواز علایم نداره، یا آواز علایمش خیلی کوچک است، مثلا دردش کم است، مریض احساس نمیکنه کدام سیست موجود است. ولی اگر خرد باشه، هر قدر سیست کلان باشه به همون اندازه آواز علایمش بیشتر میشه. ببینین گفته این سیست آواز علایم خاص نداره که با موکوسول و لیپوما و فیبروما تشخیص تفریقی شوه. یعنی بعدا میخونیم که چگونه با موکوسول لیپوما و فیبروما تشخیص تفریقی میشه، کلا نگه بیر بعدا میخونیم. و اپیتیلیومش یا نسجش از سکواموس لیتت اپیتیلیوم تشکیل شده، یا سکواموس چیست؟ خشت فرشی سیلیتت مجدار اپیتیلیوم، اپیتیلیوم خشفرشی مجدار نام پتولیومش است که یادتان نره خیلی مهم است. و تریتمنت تداویش هم
یعنی کلشنو تسلیخ است. یا تو نگباش را در سیست گذاشتم، در سیست پیشتر سیست تایرگل اصال دک سیست تدویش هم انکلوشن بود. از یوم انکلوشن تسلیخ است. تسلیخ یا انکلوشن عبارت از بیرون کردن تمامی سیست می باشد. نوزیم سیست به نام درموید سیست یاد می شه. درم از این طبقه درمو جلد گرفته شده. عبارت از یک سیستی است که جدار یا کپسولش فیبروزیس و اپیتلش هم چی است؟ اسکواموس است. جدار یا کپسولش فیبروز است، نزد فیبروز است و اپیتلش هم نزد خشت فرشی است یا اسکواموس است. البته چند طبقه ای. ببینین مهمترین مواد که در تشکیل این اواسیس داخل است موی است، غدوات عرقی است، غدوات شحمی است. پس خواص اصلی درموید چیست؟ سیگه پس موی، غدوات عرقی، غدوات شحمی. یونین یک فولیکول موی است. سیستی که معمولا در قسمت اطراف فولیکول موی به میان می آید به زبان دیگه به نام درموید سیست یاد می شود. خب اعراض علائم چی؟ اعراض علائم می ته گپ بیشتر، اگر سیست خرد بود اعراض علائم نداره، ولی هر قدر که بزرگ شوه و کلان شوه اعراض علائمش زیادتر و جدیتر می شود. ببینین در جس یا پلپیشن قوام روبر ماننده داره، یعنی وقتی که شما جس میکنین خاصیت ارتجایی داره، خاصیت پلاستیکی داره، خرد کلان میشه. وقتی که شما میفشرین، وقتی که گفته کنید پچقش میکنین دوباره خود به خود کلان میشه، خاصیت روبر مانند داره. و محتویاتش که خیلی مهم است از لحاظ رنگ، زرد رنگ خمیر مانند است و باید از رنولاسیست تشخیص تفریقی شود که رنولاسیست محتویاتش رنگ آبی است و ای سیست محتویاتش زرد خمیر مانند است. خب در کدام موقعیت، در کدام نواحی این سیست به میان میاد؟ در کام نرم، کام سخت، وجه زهری لسان یا وجه دورسل. بیشتر اگر در سیست گذشته یادتون باشه گفتیم که وجه بنترال، ولی در اینجا وجه زهری لسان یا زمین یا زبان و همچنان زمین جوف دهن یا زیر زبان موقعیت نرمال یا معمول اینمی درموید سیست است. میدین؟ یک قسمت تحت زبان است و یام در اکسره. خب فرق بین درموید سیست امی است که اپیدرموید سیست در جلد است، یعنی در بیرون از جوف دهان است، و درموید سیست در داخل جوف دهان، معمولا در قسمت کام، در قسمت تحت زبان و در قسمت پلاتیلا بوده میتونه. و تشخیص تفریقیش با رنولا و درموید سیستم و تشخیص تفریقی رنولا با درموید سیست به این شکل است. ببینید یک رنولا است که از لحاظ رنگ فرق میکنه و تداویش گفتیم معمولا در یام تداوی جراحی است یا انیکولیشن و تسلیخ است. هر قدر سیست کلانتر میشه تداویش مشکلتر میشه. ما یک ساحه وسیع باید از بین ببریم، یک ساحه وسیع باید ما تخریب بکنیم تا سیست چی کنیم بیرون میکنیم. ببینین یک ساحه وسیع در بر گرفته تا تداوی و تسلیخ ازی صورت بگیره. خب ای بود سه نوع سیست ارسی که از یک شخص به شخص دیگه به میان میاد. میرسیم به سیست کسبی یا از زمانی که یک شخص تولد میشه تا وقتی که دای میشه از بین میره میمره. هر نوع سیستی که به میان میاد به نام سیست کسبی گفته میشه یا به نام دیولپمنتال سیست. خب در نوع اول از این سیست کسبی نان دنتال رورجن یا سیست هایی را ما مطالعه میکنیم که منشه دندانی نداره یا منشه دندان نیست، منشه دهان است. هر سیستی که منشه چهار اطراف دندان، ریشه دندان، پیدیل دندان، جوجوف دندان نباشه به نام سیست های نندنتل اوریجینیات میشه. اولش نزو لبیل سیست یا نزو الویولر سیست. طبعا نزو بینی را میگه و الویول استوان سنخ یا الویول میگه و سیستم میگه، یعنی که بیشتر گفتیم سیست چی هست در درس گذاشته.
سيستيك درباينة قسمت بيني و عنف و استخوان سنخ و الویول توازو میکنه و سبب عراض علائم سیست مانند میشه با نام سیست نزل بیال سیست گفته میشه. ببینید در محل اتصال لترال نزل یعنی یک لترال نزل است یا قسمت وحشی جو فنف است و پروسس گلوبالی مگزیرا ببین پروسس گلوبیولر مگزیرا است بین ازی و ازی وقتی اگر سیست به میان آمد در تحت سلکس یا میزوبه بیرهی لب و لوی سیست اگر امی سیست به میان میه فهمیدین مسلین عزیز با ای بود موقعتش در قسمت لترال نزل و بین پروسس گلابیولر مگزیلا در این ناحیه و این ناحیه بین این ناحیه و این ناحیه چی میشه؟ با میان میه تشکیل میشه. ببینین در اکسیره چه قسمت دیده میشه؟ همین قسمت علوی یا بالای سنخ یا ریشه دندان های فکولوی است. در امین ناحیه وقتی که یک تورم به میان آمد ما حکم کرده میتونیم که میتونه سیست نزل و بیال سیست باشه. در اکسیره مسئولین عزیز متوجه باشین که این سیست معمولا سیا دیده میشه، رادیولوسن دیده میشه و نزج اپیتیلیوم شم استراتیفاید اسکواموس اپیتیلیوم است، یعنی اپیتیلیوم چی؟ خشت فرشی چند طبقه. اپیتیلیوم خیلی مهم است، از تمام سیستا اپیتیلیومش فرق میکنه. که چرا فرق میکنه و چی عوارض میتونه داشته باشه در نایندای رواز انشالله در بخش سرطان ها میخونه. خب تداوی ازی معمولا به شکل تداوی جراحی است یا هم تسلیخ است. اول تشخیص میکنیم از کجا باید قطع صورت بگیره، انسجن صورت بگیره و به کام طرف بریم. معمولا قسمت لب مریض بلند میگیریم. ببینین لب لوی مریض بلند گرفته شده ایچی است، یک پرده فرنلوم است. دیدین این پرده کلان یا فرنلوم گفته میشه. خود فرنلوم قطع نکده، فقط همین ناحیه را تسلیخ صورت گرفته و انیکلوشن کامل سیست صورت گرفته و انجام شده. پس تداوی زیام تسلیخ است، انیکلوشن است. سیست دوم مسئله نزید سیست میدیانا است. سیست میدیانا خود میدیان از مدلان گرفته شده. مدلان یعنی خط وسط، خط میانه ما. شما هر خطی که از وسط هر چیز گذشت مد گفته میشه، یا مدلاین یا میدستر و غیره و غیره، یا مدیانا. مد از وسط گرفته شده یا نام یک نام برش آورده که مختص به سیستا بودن میتونه. در لاتین نامای کذبی است. خب یک سیست عظمی است یا یک سیست استوانی است که از فیشور مدلی یا میدل، فیشور پلاتینال یا قسمت فشور یا دریچه کام سخت منشأ میگیره در زمان وقتی که طفل در رحم مادر خود میباشه منشأ میگیره. ببینید ای کام است، ای کلان یک کام است. ار سیست ار تورم استخوانی که در قسمت وسط خط کام توازو کرد ما میتونیم بگویم که سیست میدیان هست یا میدیان پلاتل سیست. چرا میدیان میگیم؟ بخاطر که در سر خط وسط است. پلاتل چرا میگیم؟ بخاطر از اینکه در خود بالای یا در کام سخت ما میان میه و سیست هم خود سیست است بخاطر از اینکه تورم هست و محتویاتش میتونه مایی یا مایی یا نیمه جامد یا هوا باشه. خب در نواهیش، نواهیش در کجا است؟ میتونه که در قسمت کام سخت هم باشه گفتیم و در جوف دهن هم میتونه باشه. در جوف انف میبخشین، در جوف انف هم میتونه باشه که واسه تداویزی وقتی که در جوف انف باشه خیلی مشکل است. سیست میدینای استخونی آزمی که در جوف انف اگر توازو کنه متاسفانه تداویش یک پروسیجر کلان جراحی است و اپیتیلش از نسج سکواموس یا خشفرچیس و تداویش هم طبق معمول مثل که در سیست هست کشیدن سیست هست.
تسليخ شاس هاز باين بوردان استاس و خب سيستي ده جامع سين عزيز انسيسيف داكت سيستاس انسيسيف كجارو ميجا قدومي مثلا نجم انسيسيف تيت انسيسيف كونال هر چیزی که قسمت قدام جوف دهان یا اورال کویتی باشه به نام انسیف در لاتین گفته میشه و سیستی که قنات انسیف میگیره به نام انسیف دکت سیست یاد میشه یا نازو پلاتین دکت سیست صحیح است سیستی که در بالای قسمت کانال انسیسیف به میان میه توازو میکنه یک تورم تشکیل میشه به نام سیست نازو پلاتین یاد میشه در جنسیت مردها بیشتر است و در دهه چهارم، پنجم، ششم یا مثلا کسی که 40 ساله میشه، 50 ساله میشه و یا 60 ساله میشه در دمی جریان میتونه که سیستا توزیع کنه و نام دیگهشون پاپیلا پلاتینال سیست است. اشکالش قلب مانند یا هرچپ بیرین قلب مانند است نه؟ قلب سرکیولر گرد و ویدم تخمانند پیش میریم و نزج اپیتلیومشم میتونه که این اپیتل انتقالی مکعبی یا ترانزیشل یا کوبویدال احتاب دار یا مجدار باشه اپیتلیوم تمام سیستا را متوجه باشه که یادتون نره و حفظ بکنین بخاطر که خیلی مهم است و همیشه از پیش آدم گدوات میشه خب پیش میریم ببینین و تشخیص تفریقی نو سیست امرای رادیکولر سیست باید صورت بگیره ایر بعدا میخوانیم که رادیکولر سیست در کدام قسمت به میمنه و چی اراز علایم میته و علایم از سیستم دسچارج مواد خب تشخیص تفریقی ازی چی است؟ تشخیص تفریقی ایسیست با انسیف دکتسیست با رادیکولر سیست که ما باید بفهمیم او است که رادیکولر سیست علائم بارز همی است که دسچارج است مواد بیرون میشه قیه بیرون میشه و مهمترین ارازش درد است ولی انسیف دکسیز در بعض مواقع درد و قیه نداره که بیرون بکنه و تریتمنت یا تداویشم معمولا انکلیشن یا تسلیخ است به شکل ما تسلیخ میکنیم خب دقت بکنید تسلیخ ذخیره خیلی متوجه باشین به شکل ما تسلیخ میکنیم که قسمت پلاتال یا کام سخت ما بلند میکنیم مخاط بلند میکنیم مخاط ریلیز میکنیم و اطراف سیستم ما توسط فل جراحی یا لیزر قطع میکنیم و حتی اقل اگر تا جوف بینی هم پیش بریم چون که بعدهای سیست میتونه نقص بکنه تداییم بهتر نتیجه میده سیست بعدی با بحث بعدی مسئول نزیز به نام گلوب و مکزیلری سیست است سیست که در بین پروسس یا بارزه مکزیلری گلوبلری مکزیلا موجود است و ریشه دندان های لترال و کنین که به شکل یک کیسه توت وقتی که تشکیل میشه و در رادیوگرافی دیده میشه به نام گلوب و مکزیلری سیست یاد میشه ببینید در بین دندان های لترال لترال است و کناین وقتی که سیست به میان آمد معمولا به نام گلوبو مگزیلری سیست یاد میکنه پس مهمترین اراز و مهمترین خواص سیست بین ریشه دندانهای کناین و لترال می باشه و سبب اصلی ازی جذور دندانهای کنین و لترال است که جذور دندان کنین مثلا با مشکلات مواجه میشه میتونه که چی باشه میتونه که سبب اینه و سیست شوه و در رادیوگرافی که خیلی مهمه است که از اراز علائم خاص و منصر به فردی اینه و سیست به شکل ناک سرچپه می باشه ناک سرچپه ببینین این ناک است ناک است ناک سرچپه که فرقش با رادیکولر سیست انشالله میفهمین چی گونه از فرقش تشخیص تفریقیش ای است که سیست گلوبو مگزیلری
Derbyn en donde no hay canino bilateral, va a ser no que se hace paz. Voy a meter en parque, yo te escribo que es que voy a tomar, te voy a llevar. Te doy este poco más multas lijas y ni que le llanas. Voy a churar vigra. Wow, ya que se mata de nada, si solo me han bardo esto, chava. Todo es nox, yo ude. Si yo le agribo con él. Vienen todo lo que hemos visto ahora donde de tasvir schematik o grafik kollani lo vozem is azim khob daqat bokne tamam visto palu da palu as pas bisor ma shob 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 hata ziyad ba ham dara i globo maxillary cyst khawas che az bayne dandan lateral va canine qarar dara al bayne rishish i cyst az ba nom nazo platin cyst در بالای نسج پاپیلا یا انتوسیسیف کانال تشکیل میکنه موقعیت داره دیگه ای سیست میدین پلاتل سیست یا سیستی که در بالای خط وسط کام سخت توازو میکنه به نام سیست میدین یاد میشه میدین یاد میشه و هم نازو لیبل سیست میبینین که در قسمت پروسس مگزیل گلوبال مگزیلری توازو میکنه مکسل پیشترم گفتم که در مکسل یک تشخیص تفریقی هم هست آل سر مکسل ما رسیدیم مکسل چیست؟ مکسل در نتیجه تراکم بزاق یا لعاب دهن وقتی که قنات غده لعابیه یا وقتی که قنات غدوات لعابیه کوچک خصوصا مزدود میشه آبستیک میشه یا وقتی که قنات غدوات لعابیه سنگ داره و سبب بندش امو مجرای کانال میشه و نمیتونه که بزاق را اخراج بکنه بیرون بکنه دسچارج بکنه سبب یک تورم یا یک پنجیدگی در قسمت قنات غدوات لابیه کوچک میشه تکرار میکنم اگر قنات غدوات لابیه کوچک پندید تورم کرد از هر سبب که است یا سنگ است یا انتان است یا التهاب است و یا فشار از قسمت ارگان و اعضای دیگه که در اطراف ازی است دیده شوا به نام موکوسل یاد میشه بیشتر در لبا دیده میشه میبینین لب سفلی مریض است معمولا وقتی که در لبا این مسئله صورت میگیره از سبب ضربه است در رخسار کمون بوده میتونه زمین جاف دهان بوده میتونه قسمت قدامی لسان توازو کرده میتونه و قسمت پلاتل یا هنک هم میتونه باشه و به شکل کوچک گرد و تخمانان یا کوچک مدور و یا بیزوی دیده میشه و ترانس لوسنت است یعنی نور را عبور میده یکی رادیو لوسنت است رادیو پکست و ترانس لوسنت ترانس لوسنت عبارت از امو شکل است که یا عبارت از عراض است که نور را عبور میده و به شکل کوچک است مدور است و بیزوی و ترانس لوسنت است طور که در سوی گذاشته ما میفهمیم در رادیوگرافی معمولا به شکل رادیو پک است رادیو لوسنت است ولی ایجی یک اصطلاح دیگه به میان آمد برخوردیم به نام ترانس لوسنت ترانس لوسنت نور رو عبور میده هر عضو یا ارگان یا قسمت از بدن ما وقتی که نور رو عبور داد یا خواص عبور دهنده نور رو داشت به نام ترانسلوسنت گفته میشه ببینین قسمت لبهای و سفلی معمولا دیده میشه رنگش آبی است آبی است بله اعراضش بدون درد است لب میپنده ولی درد بسیار کم داره یا حداقل درد نداره ولی معمولا درد بسیار خرد کم میباشه علائم بسیار بارزش پوندیدگی است ببینین پوندیده و نکس کننده است یا عود کننده است یعنی وقتی که ما ایره توسط تسلیق بیرون میکنیم دوباره به میان میآید و تشخیص تفریقی از این با اینی چهار مرض دیگه 100% صورت بگیره تشخیص تفریقی موکوسل با سلیوری گلند نیوپلازم یا سرطان های غدوات بزاقیه فاسکولر مالفورمیشن یا سوی تشکلات
وای و نیوروفیبروما و لیپوما کردیش یک نوع کارسینوما های متفاوت بیدا میتونه که لیپوما در شهم است و تداویزی اینیکولیشن یا تسلیخ است. تداویز چی است مسئول عزیز؟ اینیکولیشن یا تسلیخ است. ببینین تسلیخ کرده، اینیکولیت کرده. سیست دوم عبارت سیست رنولو است. سیست رنولو عبارت از یک سیست است که یک شکل مخصوص یا شکل منحصر به فرد چی است؟ منحصر به فرد موکوسل است، مثل موکوسل ولی با کمک تفاوت ها و از اثر ترزیز قنات غده تحت الفکی یا سب مندیبولر و یا تحت لسانی یا سب لینگوال تا زمین جوف دهن به میان میه که میتونیم نظر به عضله مایل هایید تقسیم بکنیم، سطحی و عمیق تقسیم میشه. سطحیش که معمولا اینی است، معمولا آبی رنگ است ببینید، و عمیقش که در قسمت پایین تر توازو میکنه رنگ مخاطره داره. رنگ مخاطر به چه شکل است؟ بنفش. بنفش میگن چه رقم میگن؟ بنفش کمک تیره تر. تشخیص تفریقی زیبا هم انجما صورت میگیره، درموچی صورت میگیره و لیپوما صورت میگیره که لیپوما در شهم به میان میه و رنگش هم فرق میکنه، زیاد رنگ است. درموی چیز گفتیم که محتویات شهم است، غدوات عرقی است و غدوات موی است و همانجوم هم تکرار میکنم، همانجوم ها رنگ سرخ است، سرخ رنگ است و شدت غلیظ است. درموی چیز محتویاتش عرق، محتویاتش غدوات عرقی است، موی است و لیپوما ببینید لیپوما محتویات شهم است و زرد رنگ است. پس یه سری از سبب رنگایشون میتونه که بایی سیست تشخیص تفریقی شود که خود رنرو لنگز بایی شکل است آبیش ده. تمام سیست اودنتو جینیک سیست یاد میشه یا سیستی که منشه دندانی داره یا سیستی که از باعث ریشه دندان، اطراف دندان، نسج پلپ دندان و میان مه به نام اودنتو جینیک سیست یاد میکنیم. دو دانشمند آلمانی به نام هرس و تولر این سیست بسین ها تقسیم کرد که پریودنتل سیست یا انفلمیتور سیست، کراتو سیست یا پریموردیل سیست و دنتینو جراس سیست یا فولیکولر سیست تقسیم بندی میشه. این سیست ها رو مسئله نزیز خیلی باید داشته باشین، بسیار مهم است و در مسلک تواوت دندان خصوصا در داخله، در اساسات داخله خیلی مهم است. پریودنتل سیست، کراتوسیست و دنتینو جراسیست. خب پردنتال سیست کدام نوع سیست است؟ عبارت از نام دیگه شم سیست های التهابی، یک سیستی است که از نسج اپیتل و بقایای نسج پیدیل، مثلا وقتی که نسج پیدیل از بین میره در کدام دندان بقایای زی میتونه که سبب سیست و میان آمدن سیست پردنتال شوه. صحیح؟ سیست سی نوع است. پریدنتال سیست سه نوع است: رادیکولر در اطراف ریشه دندان، لترال در پهلوی ریشه دندان و رزیجوال بین دو ریشه دندان. خب دقت بکنین، ای رزیجوال است یا رزیدوال سیست است، ای لترال است و یا رادیکولر سیست یا قسمت اپکس یا قسمت انتهای ریشه وقتی که سیست به میان آمد گفته میشه. میبینین یک رزیدوال سیست است، کلانتر است، خیلی کلان است. رزیدوال سیست در نوحه بیدندانی وقتی که در تحت زو بین دروشه با میان مه رزیدوال سیست گفته میشه. ولی اگر از این لحاظ ببینیم، اگر ایج دندان باشه به نام پریدنتال سیست و یا لترال سیست یاد میشه. تاروک شما در داخل هم خواندین نسج پیدیل عبارت از یک نسج نرم است که در اطراف سمنت دندان موقع داره و وظیفه‌ش هم چسباندن یا محکم کردن نسج سمنتوم یا ریشه دندان با عظم سنخ یا استخوان الویولر است که میتونه از حرکات نامورد یا نادرست دندان جلوگیری بکنه.
يك سيستاس تقريبا كترباين دي شيدن دون موجود اس خو سبب سیستو چی بوده میتونه؟ از سبب عدم برداشتن با مکمل یا ناتام کتلی پاتولوژیک وقتی یک وقتی که یک قسمت رشی دندان کتلی پاتولوژیک بمیان مه وقتی که تسلیخ میکنیم پاک میکنیم به طور کامل امی گرانوما را از بین نمیبریم در آینده ها سبب چی میشه؟ سبب سیست میشه که با نام سیست های پریموردیال سیست یاد میشه که منشأش چی است؟ دندانی است و دهی تصویر اون طور که شما میبینین سه نوع سیست که ما خواندیم قبلا اپتیلیومش که خیلی مهم است اپتیلیومش نزد خشت فرشی چند تا مقی است یا استراتیفاید سکواموس اپتیلیو خب تریتمنت یا تداویش چی است اگر سیست کوچک باشه تسلیخ صورت بگیره تسلیخ قبلا ما گفتیم سیسته امرای تمام محتویاتش کلن بیرون میکنیم ولی اگر سیست بزرگ باشه مر سوپلایزیشن یاد میکنیم مر سوپلایزیشن عبارت از یک روش است که در سیست های بزرگ صورت میگیره با چی معناست که ما مثلا یک فوهه کوچک ایجاد میکنیم در یک قسمت از سیست یا یک سوراخ ایجاد میکنیم و به مرور زمان میگذاریم که سیست مواد خود را تخلیه بکنه دو نوع تداویس که انیکولیشن تسلیخ کلان سیست بیرون میکنیم و دیگه شما مارسپلایزیشن که در سیست های بزرگ چی میشه؟